با سلام به بینندگان عزیز تلویزیون، من نسیم صداقت هستم و ما امروز روز شنبه در جلوی مرز آمریکا و کانادا در ایالت بی سی هستیم. امروز ما به دنبال خواسته هایی که بومیان منطقه کانادا مطرح کردن، یک کمپینی هستش که برای حقوق بومیان و محیط زیست هستش که در حال پخش شدن به تمامی قسمت های کانادا هست. این حرکت اول با تظاهرات مختلف علیه یک لایحه بودجه دولتی شروع شده، ولی کمی بعد با یک حرکت سراسری در رابطه با تغییر سیاسی وضعیت بومیان این الان مطرح شده. بومیان و هواداران محیط زیست با همدیگه همکاری میکنن تا علیه حمله دولت محافظه‌کار که برای گرفتن بیشتر زمین‌های بومی و تلاش برای از بین بردن نوع زندگی اونها مقاومت هستش، این برای نگه داشتن نوع زندگیشون دارن مویزیسیا و بومیان این کشور با هم دیگه همکاری میکنن و اینا از دولت هارپر میخوان که قراردادهاشون رو با بومیان این کشور ارج بگذارن و فضای گفتگو با هواداران محیط زیست و حرکت ضد تارسند رو که از قبل شروع شده بود این جای گفتگو رو باز کنن. توی وبسایت idlenomore.com اگه بریم میتونیم ببینیم که بومیان از مردم میخوان که توی این حرکت، توی این انقلاب جدید مردم شرکت کنن، که این انقلاب از استقلال بومیان حمایت میکنه و حمایت از زمین و آبهای بومیان این منطقه هست. هواداران از حرکت این حرکت راهپیمایی در شهرهای مختلف هستش بوده، الان مثلا در آنتاریو هم هستش، در قسمت دیگه مرز آمریکا الان بازم اونجا هم تظاهرات هستش. اینها جلسات توضیحی، بستن جاده ها، بلاک کردن جاده ها و یا تظاهرات توی شهر، توی مال های بزرگ خرید و حتی جلوی مجلس هم رفتن و مختل کردن جلسه مجلس و این از کارهایی هستش که الان کردند. و یکی از کسانی که حمایت زیادی داره و تقریبا در یکی از رهبران همین بومیان هستش، رئی بهش میگن چیف تریسا اسپنس هست، که امروز حدوداً 3 هفته است که در اعتصاب غذاست و در یک چادر بومی که بهش میگن تیپی جلوی پارلمان کانادا در شهر اتاوا به اعتصاب غذا نشسته و خودش گفته تا وقتی که یک قرار ملاقات با رئیس جمهور هارپر نگیرم اعتصاب غذای خودم رو نمیشکنم. و این میتینگ درباره یادآوری قراردادهایی هستش که بومیان کانادا با دولت کانادا بستن و متاسفانه این احترامی به این قراردادها وجود نداره و دارن یکی یکی اینها رو از بین میبرن. خودت تریسا یعنی رهبرشون میگه که ما داخل کانادا مثل یک جهان سومی زندگی میکنیم، این چیزا نباید تو این کشور اتفاق بیفته، اینها با زمینای ما هر روز پولدارتر میشن، کمپانی های معدن و چوب و غیره دارن از زمین ها استفاده میکنن و خودمون هیچ سودی از این نمیبریم و پولها هم به جیب دولت اینجا ریخته میشه.
در کانادا اینو باید لازم به تذکر هستش که در کانادا بومیان اینجا 4 برابر از بقیه از لحاظ بیکاری درصدشون بیشتره، 4 برابر بیکارترن، بیخانمانترن و درصد زندان و خودکشی 4 برابر افراد دیگه این سرزمین هستش، با اینکه به لحاظ جمعیتشون خیلی کمتر از جمعیت بقیه کاناداست. حالا ممکنه این گفته بشه که چرا Idle No More، این بیشتر جنبه سمبولیک داره به خاطر اینکه اینجا تصمیم گرفتن که مردم رو سازماندهی بکنن، برای اینکه ده ها سال هستش که سیاستمداران برای زندگی مردمان بومی اینجا تصمیم میگیرن و رهبران بومیان که در این سیستم قضایی تصمیم گیری گیر کردند، سیستمی که تمامی تصمیمات و حرکت‌های اونا رو کنترل میکنه گیر کردن، مردم لایه‌های پایین‌تر از پروسه تصمیم‌گیری کنار گذاشته شدن. این سیستم قضایی خود بومی‌ها، سیستم قضایی که خودشون دارن، معمولاً از پایینه، با همدیگه تصمیم میگیرن، مردم در سطح به صورت شورایی تصمیم میگیرن و الان در واقع این تصمیماتی که برشون گرفته همه رو توی ابهام گذاشته، نمیدونن چه اتفاقی داره برای وضعیت خودشون میفته و اینکه رهبرانشون الان کسایی که رهبران این حرکت هستن، برنامه‌های آموزشی برای خود بومیان و برای کسایی که هوادارانشون هستن گذاشتن و این اطلاعات رو در اختیارشون میذارن و خودشون معتقدن که با دادن اطلاعات به مردم اینها رو میتونن قدرتمند کنن و بهشون بگن که چه خطراتی علیه شما، علیه آنها وجود داره و اینکه مسائل و مشکلات رو خودشون مطرح کنن، بدون اینکه الو بلی کارم تازه ندارن که به لول‌های بالای سیاسی دارن چیکار میکنن. الان این حرکتی که شده، رهبران این حرکت‌ها که در لول‌های پایین هستن، میخوان توده مردم رو بسیج کنن برای اینکه خودشون در سرنوشت خودشون شرکت داشته باشن. این البته از موقعی شروع شد که 14 قسمت قانون هستش که عوض شده و همه اینها بر ضد مردم بومی هستش. اول یه قانونی هستش C45 که روی خیلی چیزها تأثیر گذاشته، ولی مهمترینش تصمیم گیری یک طرف از طرف دولت برای قانون بومیان بوده که اجازه میده خیلی راحت زمین‌های رزروشون رو ازشون بگیرن و از به لحاظ آب‌ها میدونیم که خیلی از آب‌های اینجا، آب‌های کانادا، آب‌های برای بومیان کانادا و آمریکا هستش. این آب‌ها هم در حال گرفتن از بومیان هستن که این باعث میشه که روشون تأثیر زیادی بذاره، برای اینکه این منابع طبیعی داره از دستشون خارج میشه و اینها رو البته هیچ کدومشون این قراردادها رو نبسته بودن با دولت، ولی اینا همه داره از بین میره، یعنی منبع آب تمیز نوشیدنی اینها داره از بین میره، زمینهاشون داره خراب میشه، یعنی داره به قول معروف contaminated میشه، مسئله آب دارن اینا الان، بجز این کلن مسئله که سالها برای اینجا بوده، مسئله کمبود بودجه هستش که نمیرسن به مسائل اینها. مسئله آب آشامیدنی دارن خود مردم بومی اینجا در خونه هاشون، مسئله فاضلاب دارن که هیچ وقت رسیدگی نشده، خونه هاشون مشکل داره، مسئله خونه دارن، خیلی هاشون بی خانمان هستن، مسئله غذا دارن، مسئله آموزش بچه هاشون هست، مسئله که باعث مرگ زودرس اینها به اندازه 20 سال کمتر از بقیه کانادایی‌ها میشه. اونا درباره این گفتگوها حرفی نمیزنن،
در 20 سال اخیر تمامی این مسائل اجتماعی همه رو هم دیگه رو هم اومده و وضعیت رو خراب کرده. 5000 نفر بوروکرات، 5000 نفر بوروکرات که بیلیون ها دلار از پولشون رو استفاده میکنن و به جای اینکه کار مردم بومی رو درست کنن تو این 20 ساله خرابتر و خرابتر شده. به هر حال اینها در کنار مسائل بومی خودشون با مسائل محیط زیست هم در واقع دارن مطرح میکنن مسائل محیط زیست رو، که این یکی از مسائل تارسند هستش، مسئله نفت تارسند هستش در آلبرتا، مسئله خط لوله نفتی هستش، استفاده از معادن هستش. اینها همه با همدیگه جمع شده و باعث شده که محیط کسایی که هواداران محیط زیست هستن و مردم بومی با همدیگه اینجا منافعشون یکی بشه در واقع. و در واقع چیزی که میگن این هستش که این چیزایی که این منافعی که مردم بومی دارن ازش حمایت میکنن چیزی نیست که فقط به خودشون ربط داشته باشه، این در واقع به همه مردم ربط داره، به همه مردم ربط داره و این در واقع منافع همه رو در خودش میگیره، فقط برای اونها نیستش. برای اینکه اگه این خاک، اگر این آب داغون بشه و خراب بشه به ضرر همه مردم کانادا هستش، فقط مسئله بومیان نیستش. و به هر حال رئیس ترسا میگه که من باید میخواد که با هارپر صحبت کنه و همینطور مسئله میدونیم که اینجا ملکه انگلیس هم در این تریتی ها، در این قراردادها انگلیس هم دست داره، میخواد از اونها که این قراردادها رو محترم بشمارن، حق و حقوق مردم بومی رو محترم بشمارن و اینها رو از بین نبرن. بعد فقط اینکه این اعتصاب قضا هم خیلی سمبولیک هست، همینطور که میدونید اعتصاب در واقع این رئیس، یکی از رؤسای این قبایل که همین رئیس تریسا اسپنس هستش که با هر روز قضا نخوردنش در واقع در حال مرگ هستش و این فقط میخواد بگه که ما مردم ما که 22% از جوانان ما در هر روزه در حال خودکشی هستن، بچه های بی پدر مادر ما رو سیستم دولتی داره از بین میبره، توی زندان ها از آب کثیف و بی غذایی و اینا همه مردم ما در واقع در حال مرگ هستن. حالا من که خودش اینطور میگه، تریسا اینطور میگه که من خودم که حالا در حال مرگ هستم، فقط این یک در واقع نشونه ای هستش که مردم ما در حال از بین رفتن هستن، در حال از بین رفتن، نسلشون در حال از بین رفتنه، که اگر واقعا این به مردم نرسن وضع از اینم خرابتر میشه. ولی خیلی از همینطور که المپیک اینجا مطرح شد، در ظاهر خیلی ها از بیرون فکر میکنن که همه چیز خوبه، سرخپوستان و بومیان همیان میرقصن در مراسم، همه چیز عالیه، ولی سازمان ملل رتبه کانادا رو از 4 به 78 برده به لحاظ زندگی و به لحاظ زندگی برای بومیان اینجا از رتبه 4 در دنیا به رتبه 78 رسیده و این زندگی بومیان اینجا هست و این دلایلی هستش که بومیان فکر میکنن اگر الان حرکت نکنن هیچ وقت دیگه نمیتونن این از بین رفتن منابعشون، از بین رفتن زندگیشون رو جبران کنن. مرسی.